بارد چه خون که دیده چه سن، روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین، بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنت الله على اعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقه و قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما حسینیان عالم و امیدوارم که اوقات به کامتان باشد تحت ظل عنایات مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. همونطور که مستحضر هستید در برنامه تکیه بین الحرمین بررسی میکنیم مقتل آقا سید الشهدا و شرح احوال آقا ابی عبدالله روحی له الفدا را و اتفاقاتی که افتاد و منجر به واقعه کربلا شد و آنچه که بعد از واقعه کربلا اتفاق افتاد. رسیدیم به اتفاقاتی که روز عاشورا بود و خطبه حضرت زهیر ابن قین و کلماتی که حضرت زهیر ابن قین به شمر پلید خطاب کردند و آنها را با همدیگه حرف به حرف و کلمه به کلمه بررسی کردیم و نکاتی که داشت را حسب فهم و درک ناچیز حقیر خدمت شما عرضه داشتم و خواستم از همه شما که بیش از این تتبع کنید و این تتبع را و این تحقیق را به عهده خود شما بینندگان گرامی حسینیان عالم گذاشتیم، چرا که هرچه در این بحر مواج بیشتر کسی غور کند مسلماً دستیابی پیدا می کند به مروارید و در و یاقوت بیشتری، چون بحر معرفت حضرات اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین بحری است مواج و بدون ساحل و کنار. هرچه برویم باز هم به کرانه آن نخواهیم رسید. به حکم آیه شریفه قرآن که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمت الهی را بشمارید نمیتوانید آن را احصا کنید، به شماره در بیاورید. به هر عنوان گفتیم کلماتی که حضرت زهیر سلام الله علیه به شمر ابن ذلجوشن زبابی کوفی لعنت الله علیه گفته است، کلماتی است که به ما جواز می‌دهد برای اظهار براءت از دشمنان حضرات اهل بیت. من جمله از کلماتی که به او خطاب کردند جلف الجافی بوده است. کلمات بسیار زیادی، من جمله این پست مانده توخالی، عجیب است. تمام اینها دقت شده است و گفته شده است. مواظب باشید که همچین شخصیتی شما را از دین خودتون گمراه نکند. ظاهر را ساخته است، جلف و جافی. جافی یعنی تو خالی، میبینی ظاهرش خوبه ولی درون اون باطن او خالی است از حقیقت و نور، اصلا نوری در وجود او نیست.
کلام رسید به اینجا که حضرت سید الشهدا علیه افضل الصلاة و السلام روحی له الفدا به او گفتند برگرد که اگر مؤمن آل فرعون نصیحت کرد و ابلاغ کرد دین الهی را بر قوم خود، تو هم اکنون چنین کردی و ابلاغ کردی و قرائنی که این کلام از حضرت سید الشهدا صادر شده است را عرض کردیم و استفاده و نتیجه‌ای بر این که حضرت زهیر شیعه بوده است و دین خودش را مخفی می کرده است برای مصالحی آنها را هم خدمت شما عرضه داشتیم. به هر حال نکاتی است که باید گفته شود و شنیده شود. بعد از آن صحبت رسید به حضرت بریر. بریر چه کسی بوده است؟ چه بزرگواری بوده است؟ در کتاب مقتل مقرم قدری از صفات این بزرگوار را گفته است که در کتابی که ما در خدمتش هستیم ترجمه نفس المحموم به این نکات قبلا یا بعدا اشاره می کند. فلحال اشاره نکرده است و فقط اکتفا کرده است که بریر رفت برای سخن گفتن. عرضم به خدمت شما و این کلمات را مرحوم سید عبدالرزاق مقرم آورده از خطبه بریر. ببینید، واستأذن الحسین علیه السلام، اجازه گرفت از ابی عبدالله بریر ابن خضیر یا خضیر، هر دو را خواندند. فی ان یکلم القوم فأذن له، اجازه گرفت که برود سخن بگوید برای قوم، نصیحت کند و حضرت سید الشهدا به او اجازه دارد. و کان شیخا، پیرمردی بود، تابعیا ناسکن قارئا للقرآن، از اتباع بود، پیرمرد سرشناسی بود، از قاریان قرآن بود، سرش به امور خودش مشغول بود و من شیوخ القراء، از بزرگان قاریان قرآن بود. حضرت بریر سلام الله علیه در کوفه از بزرگان قاریان قرآن بود. فی جامع الکوفه، در مسجد کوفه می نشست و حضرتش قرآن می خوند و دیگران از خواندن قرآن او استفاده می کرد. و له فی الحمدانیین شرف و قدر، قبیله همدان هم او را بسیار ارزم خدم صاحب شرف و همت و جاه می شناختند. وقف قریبا منهم و نادا یا معشر الناس، که ادامش را از کتاب خودمون خدمت شما خواهم گفت. نزدیک ایستاد و صدا کرد قوم را. در بحاره است که محمد ابن ابی طالب گفته یاران عمر ابن سعد سوار شدند و اسب حسین را برای او آوردند، بران نشست، با چندین تن از یارانش پیش راند. به بریر ابن خضیر که جلوی آن حضرت بود فرمود با این مردم سخن بگو. بریر پیش رفت و گفت ای مردم، از خدا بپرهیزید، سپرده محمد صلی الله علیه و آله میان شماست، اینان ذریه و خاندان و دختران حرم اویند. ببینید از چه نقطه‌ای وارد شده از حضرت بریر. صحبت دین و اسلام و تشیع و این چیزها همه سر جای خود، از بعد این که حضرت سید الشهدا روحی له الفدا امانت پیامبر است، عترت رسول خداست، کسی است که رسول خدا وصیت کرد و فرموده است که محبت و مودت نسبت به او داشته باشید، اقلن امانت دار باشید، سر تعظیم و تسلیم نسبت به او ندارید، ندارید، بیایید امانت داری کنید. امانت داری از افعالی است که حسن ذاتی دارد. یه نکته بگم حالا که کلام به اینجا رسید، مدد کند آقا سید الشهدا. ما بعضی از افعال را داریم که حسن ذاتی دارن، بعضی از اعمال را هم داریم که قبح ذاتی دارن. خود عمل خوب است و پسندیده می شود حسن ذاتی، همگان به هر مذهب و دین و آیینی که هستن آن را بپذیرن به عنوان فعل خوب، مثل راستگویی، مثل دروغ نگفتن، مثل حفظ امانت، مثل سفره‌دار بودن، کسی را مهمان سر سفره خودت کنی، کسی را دعوت کنی به مهمانی، عدالت داشتن، اینها صفاتی است که حسن ذاتیه دارد، خودش به خودی خوب، به خودی خود خوب و پسندیده است. حالا همین افعالی که حسن ذاتیه دارد، اسلام همانها را تایید کرده است، اگر در تحت ولایت انجام شود چندین برابر می شود در ثواب و مصوباتش. این نکته مهم و ریزکاری است. برای بسیاری سوال است که فلان شخص خوبی است، ولی آیا آینده او چه می شود؟
خدا با او چه می کند در قیامت. ببینید نکته همینجاست، خداوند قیامت و بهشت و جنات را به تکالیف انجام شده و انجام داده می دهد، نه این که ضایع کند. نکته مهم است، دقت کنید که یه وقت اشتباهی برداشت نشود. نه این که خدا ضایع کند اجر هر کسی که عمل محسن انجام، انا لا نضیع اجر من، که ما ضایع نمی کنیم اجر کسی را. هر کسی که عمل خوبی انجام بدهد او را پاداش می دهیم. رب ما پاداش در دنیا می دهد به بعضی و بعضی را در قیامت و آخرت. اگر کسی قرار است در قیامت و آخرت پاداش بگیرد، باید هزینه آن را، تکلیف را انجام داده باشد، پوهنی باید داده باشد برای اینکه در قیامت حاصلی داشته باشد، چیزی باید کاشته باشد که آن طرف برداشتی کرده باشد. لذا این کاشت و برداشت تحت امر ولایت باید باشد. یعنی اگر امر خدا را اتباع کرد و عدالت داشت، به او بهش می دهند. اگر عدالت داشت او را پسندیده می شمارند. مثل انوشیروان که در روایات هست، او چگونه است در قیامت، روایتش را نمیخوام نقل کنم، مطالعه کنید. یا مثل حاتم طائی که صفت بخشندگی داشت ولی ایمان نیاورد به هر حال، و او در عرضم به خدمت شما محشر و قیامت و بعد از قیامت چه احوالی دارد، روایات همه اینها را اشاره دقیق کرده است. ولی اگر قرار است متنعم به انعام بهشتیه شود، لازم است که آن عیار را داشته باشد، آن تکلیف را انجام داده باشد. در قبال چیزی میدهند، بهش را فقط و فقط در قبال ولایت میدهند. ولایت الله، باید تسلیم باشی، امر او را انجام میدهی و سفره در خانه خود میاندازی، مبحثی است. و همینطوری از بابی که دلت میخواهد سفره بیندازی، سفره میاندازی، مبحثی است. اینها با هم خیلی فرق دارد، یعنی از سرا تا ثریا فرق است. کسی در اتباع امر الهی، امر حضرت ولی کاری را انجام بدهد، خب جزای او با حضرت ولی می شود. ولی کسی همینطور از سر خود کاری را انجام بدهد، جزای او با خود همان کار است و با خودش. یه مثال بزنم که واضح تر شه. مسئله بسیار مهمه، من شبهاتش را بیان نمی کنم که بدانید چقدر سخت است و گیر است. خود جواب را می گویم که جوابها در سینه شما بماند. مثال بزنم، یه وقت است شما به شخص میگویی برو فلانجا و فلان کار را برای من انجام بده، ظرف آبی به در خانه فلانی بده. این کار را انجام داده است، از شما طلب دارد. چرا؟ چون در اتباع امر شما این کار را کرده، دستور شما را اجرا کرده، شما ازش خواستی که این کار را انجام بده و انجام داده. حق پیدا میکنه گردن شما. ولی اگر خود به خود برود آبی در خانه کسی بدهد، جزای او تشکر آن شخص است که آب را گرفته است. یا شاید تشکری هم در کار نباشد، فقط همان خرسندی که از فعلی که انجام داده است، فقط خرسند می شود، همان او را کفایت می کند. پس اگر کسی در غیر دایره ولایت، غیر دایره اسلام، اسلامی که بنده عرض می کنم بارها گفتم تشیع است، چیزی را غیر از تشیع به نام اسلام نمی شناسم من، چون الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم بودن و تسلیم شدن، اتباع امر قدیر است، همان گونه که تمام اوامر رسول خدا را باید در پی بود و اتباع کرد. نمی شود که قسمتی را قبول کنیم و قسمتی را رد کنیم، اینطور که ممکن نیست. پس اسلام تسلیم است و امر قدیر را باید تسلیم باشد هر کسی که بشود مسلمان باشد، و همون تشیع منظوره. حالا در اتباع رسول خدا انجام می دهد کاری را، تسلیم آیه قرآن است که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوا، هرچه پیامبر ما گفت انجام بده و انجام میدهد. عبد است و ببینید در یک جمله، دقت ویژه کنید، یک جمله است، عبد است و انجام میدهد یا سر خود انجام میدهد. فرق است بین کسی که عبد باشد و خیر انجام دهد یا سر خود خیری را انجام بدهد. هر دو خوب است، ولی آنچه که در عبدیت انجام می دهد به توان اعلا می رسد.
به توان، چون در اتباع است، چون وصل است به اقیانوس رحمت، چون اتصال پیدا می کند به مبدا. همین که به مبدا اتصال پیدا کرد، در معاد هم جایگاهی پیدا می کند. پس کسانی که بیرون از دایرن، اگر خیری انجام دهند برای خدا که انجام ندادهند که از خدا طلبی داشته باشند، یا برای همان فعل انجام دادهند که خدا همان فعل را بهشان داده است، یا قصد دیگری داشتند که آن مقاصد را رسیدن، برای شهرت انجام به شهرت رسیدن، برای اینکه اسمشون به خوبی یاد شود انجام، خب به خوبی یاد می شود. برای خدا اگر کسی کاری را انجام داده باشد، خدا جزای او را می دهد. الان دقت کنید به حرف حضرت بریر، امانت است بین شما، امانت داری صفت نیکویی است، صفت پسندیده است، حسن ذاتی دارد. مطلب از مطلب حسن ذاتی وارد شدیم، دقت کنید، فراموش نکنید، امانت داری حسن ذاتی دارد. هر ملت و قوم و فرهنگی را که ببینی، اگر بگویی امانت داری، میپذیرن از تو، و اگر خیانت در امانت کنی، تو را توبیخ میکنند. درست است؟ حضرت بریر از همین نقطه وارد شده است و سخنرانی و نصیحت میکند لشکر کفار را. میان برنامه ببین. حسین کشته دیروز و رهبر روزند، قیام پیوستیم نهضت آموزیم. تمام زندگی اون، تمام زندگی اون عقیده بود و جهاد، تمام زندگی اون عقیده بود و جهان. اگرچه مدت جنگ حسین یک روز است، تمام زندگی اون عقیده بود و جهان. اگر چه مدت جنگ حسین یک روز است، توان لشکر ایمان، توان لشکر ایمان نمی رود از بین. زفت یاری هم سن که قدرتم دوزم، قربانم به مقامت سالار شهیدان و رهبر آزادگان. حسینم ذلت تکریم ظالمان، هی های که آفتاب عدالت از اون دل افروز است، به نزد اون که شهادت به جز سعادت نیست. رضای من، رضای من برایش قبای زردوز است، به نزد او، به نزد او که شهادت
یمن همت والای ز یمن همت والای سید الشهدا هر اون که از غم اسلام در تب و سوز است امارت سعادت و بعد یاد بودم آشورایم که روز حق و عدالت همیشه نوروز است حرارتی که ز عشق حسین در دل هاست برای ظالم هر امس خان من سوز است حسان حسان حسین به ظاهر آدمس شد مغلوب شکست اوست که در هر زمانه صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. حقیقتا لذت بخش از شنیدن بلبلان آستان حسینی صلوات الله و سلام علیه، خاصان ها که نامشان به نیکی بین همگان مانده است، مخصوصا مرحوم مؤذن زاده اردبیلی و امثال این بزرگوار. خدا انشالله ما را هم توفیق دهد تا دم آخر از اربابمون آقا سید الشهدا علیه افضل الصلاه و السلام و روحی له الفدا دم بزنیم انشالله. عرض کنم مطلب رو باز، تکرار کنم مطلب رو باز، به عبارات دیگری بیان کنم باز که خدای نکرده جای خللی در اذهان باقی نماند، چون همونطور که عرض کردم مسئله بسیار مهم است و سؤالی است که بارها و بارها شاید از شما هم پرسیده شده باشد که فلان کس فلان کار را کرده است در عالم، آیا این بهشتی می شود یا جهنمی؟ شاید پرسیدن. ما گفتیم قبح ذاتی و حسن ذاتی دارند اعمال. بعضی از اعمال به خودی خود خوب است، بعضی از اعمال به خودی خود بد است و همگان می دانند بد است. مثل دزدی، همه می دانند بد است. حتی حیوانات هم اگر چیزی را از سر سفره بردارن خودشان فرار می کنند، اگر جلوی آنها بندازی همان جا می خورن. یعنی حیوان هم می داند دزدی بد است. این چیزها قبح ذاتی دارد. حالا در مسائلی که حسن ذاتی دارد، یعنی خوب است به خودی خود، شخصی آن را انجام داد، آیا او بهشتی می شود یا جهنمی؟ قطعا حضرت حق جل و علا اجر کسی را ضایع نمی کند، قرآن هم به آن اشاره دارد. ولی سؤال اینجاست، برای چه انجام داده است؟ خدمت به بشریت؟ خب همان خدمت را به او دادن. برای چه انجام داده است؟ اسمش بماند؟ خب اسمش را گذاشتن و ماند. برای چه انجام داده است؟ شهرت؟ خب شهرت را به او داده است خدا. برای هر چه که انجام داده است همان را به او داده است. برای چه انجام داده است؟ برای خدا. اگر برای خدا شد به توان بی نهایت می رسد، وصل به نامحدود می شود، وصل به نعم الهی می شود. جزای او با خود خداست در قیامت. ببینید نیت او برای این فعل چیست؟ این سوال را اول می پرسیم. فلان کس کار خوب انجام داده است، نیت او چه بوده است؟ در ارزم به خدمت راستای نیت خودش متنعم است. شنیدید قدیمی ها میگن هر کسی آب قلب خودش رو میخوره، یعنی آنچه که در نیت دارد. هر کسی سر سفره آن چیزی است که در نیت خود دارد. اگر خوب عمل کند خوب میبیند، بد عمل کند بد میبیند. دو تا چهار تاست، هیچ بحث و نقاشی هم نداره، فقط بعضی مطالب رو باید با دقت بیشتری بهش نگاه کرد. حالا حضرت بریر آمده است سلام الله علیه، وقتی میگویم اصحاب ابی عبدالله کملین عالم هستند و بزرگان راجع به اینها چنید میگویند که مثل و مانندی ندارند حتی در بقیه اصحاب اهل بیت، مال همین ریزکاری هاست که عرض میکنم. حضرت بریر آمده است از یک مسئله حسن ذاتی دار مثل امانت داری که همگان به همه فرهنگ های مختلفه به همه ملل و نحل قبولش دارند
شروع می کند و می گوید مردم چه می کنید؟ این آقا حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه و علی ابیه، این آقا امانت رسول خدا بین شماست و اینها دختران و حرم رسول خدا هستند. امانت دار باشید، اقلا امانت دار باشید. دقت کنید، برعیر پیش رفت و گفت ای مردم از خدا بپریزید، سپرده محمد صلی الله علیه و آله میان شماست، اینان ذریه و خاندان و دختران و حرم اویند، حرم رسول خدا هستند. آنچه در دل دارید بگویید، میخواهید با آنها چه کنید؟ گفتن میخواهیم آنها را در اختیار عبید الله ابن زیاد قرار دهیم تا نظر خود درباره آنها اجرا کند. برعیر گفت ما میخواییم ببینیم عبید الله میخواد چه انجام بده، همون کار رو انجام میدهیم. ببینید، شاید سوالی بشه برای خیلی ها که بارها ما در اتفاقات روز عاشورا در اقوال مختلفه، کتب مختلفه میبینیم که بعضی میگوین میخواهیم او را تسلیم یزید کنیم لعنت الله علیه، میخواهیم او را تسلیم عبید الله ابن زیاد کنیم. تصمیم ما این است که هرچه عبید الله تصمیم بگیرد برای او، همان را عملی کنیم. نکته این است که اولا و بذات همه اینها میدانستند، همه کسانی که مقابل سید الشهدا روح الله الفدا ایستاده بودند میدانستند که ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه کسی نیست که سر مذلت خم کند، نمی کند حسین ابن علی. حتی در روایاتی هم که از رسول خدا مانده است بعضا اشاره شده است با آن که ابی عبدالله اهل مماشات با دشمن خدا نیست مسلمن. خب شاید اشکال دیگری پیش بیاید که بذارید کنار، بعدا در جای خودش سخن میگویم. الان این مطلب رو میخوام حل کنم. شاید بگویید خب چرا قبول نکردن؟ اولا که سید الشهدا شخصیتی نبوده است که سر تعظیم فرود بیاورد نسبت به دشمن الهی، این محال است. همه آنها هم میدانستند که ابی عبدالله چنین نمی کنند. ثانیاً مگر در مسئله مسلم ابن عقیل سلام الله علیه نگفتن امان میدهیم، ولی وقتی شمشیرش را کنار گذاشت دستان او را بستند و کشان کشان به دارالاماره بردند؟ اینها همان قومن، یعنی امتحان خود را برای این که کنار بیاییم با آنها پس داده بودن، مشخص کرده بودن انسانهایی نیستن که بر سر عهد و پیمان خود بمانند. و بسیار بد است این که کسی بر سر عهد و پیمان خودش نماند. لا دین لمن لا عهد له، روایت قریب به این مضامین بسیار زیاده. کسی که عهد و پیمان استوار ندارد اصلا دین ندارد، کسی که پای حرف و قول خودش نیستد دین ندارد. اسلام نگاهش به عهد و معاهده و پیمان بسیار نگاه محکمی است، بسیار محکم است. به هر عنوان، یکان که سید الشهدا اهل این نیست که سر را نسبت به ظالم فرود بیاورد، تمام. دو آن که امتحان خودشان را پس دادند در ماجرای مسلم ابن عقیل سلام الله علیه که او را امان دادند و زیر حرفشان زدند و امان را ندادند در حقیقت مسلم. و سوم آن که حکم قتل سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و ثنا روح الی الفدا، حکم قتل آقا ابی عبدالله علیه السلام را عبید الله فرستاده است برای عمر سعد. این نکته را غفلت نکنیم ازش. درسته که اینها به زبان میگوین میخواهیم بگذاریم ببینیم عبید الله چه میکند، ولی حکم قتل را قبلا فرستاده است. در نامه هایی که فرستاد به کربلا خواندیم و بررسی کردیم، در نامه ای که شمر ابن زلجوشن زبابی لعنت الله علیه آورد آنجا هم اشاره کردیم. حتی فراتر از این، وقتی که دستور داده است حسین را به قتل برسانید، دستور داده است که بعد از آن با جسد ابی عبدالله کاری کنید که در مقام روزه باید بگویم. همان مسئله از سوارا که می دانید و روزه هاش را شنیده اید و گریه هاش را کرده اید، دستور داده بود چنان کاری با ابی عبدالله کنند که اثری از آثار آقا سید الشهدا ابی عبدالله الحسین روحی له الفدا باقی نماند. دستور به این شدت تشنگی، آب را ببندید،
حرم او را محاصره کنید، کسی وارد نشود، کسی خارج نشود. البته یه فتره ای از وقت عاشورا و دهه عاشورا خروجی کربلا باز بود، ورودی بسته بود و اینها را بررسی میکنیم. قبلا هم اشاراتی کردم، میخوام اینو بگم، دستور را داده است که او را تشنه به قتل میرسانید، سر او را برای من میار، با بدنش همچنین میکنید که اثری از آثارش نماند. دستور را داده است، وقتی که دشمن دست و مشتش برای شما باز است، دیگر نباید خدعه و نیرنگ او را پذیرفت. حتی اما نامه ای که برای قمر بنی هاشم آورد شمر، آن هم دروغ بود. میخواست که حضرت قمر را از سپاه سید الشهدا جدا کنند و جدا شدن حضرت قمر کسری بود در سپاه سید الشهدا، بسیار نشان داده میشد، چون قمر العشیر است، حامل لواء ابی عبدالله و مقامات بسیار عالی است و اینها را خدمت شما باز بررسی میکنیم. چند نکته را که عرض کردم به خاطر بسپارید انشاءالله تا برنامه بعد اشارات بیشتری به مدد آقا سید الشهدا داشته باشیم. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. مناظره مباحثه علمی بسیار عبادت بالایی است و خدا آن را بسیار میپسندد، پس بعد از این عبادتی که با هم داشتیم، بحث علمی، دعا کنید، دعا مستجاب است برای فرج، دعا کنید، مرزا را فراموش نکنید، رفع گرفتاری از قاطبه شیعیان، مریضه ایست در ذهن بنده، آن را هم دعا کنید. مشکلاتی که گفتند، التماس دعا، رابط عمومی به ما گفتند، انشاءالله اونها را هم دعا کنید حل شود. هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضا ابوالحسن رضا صلوات خط کنید. یا علی، خدا نگهدار. زمین کربلا تاجی شکستم، جوانان یک به یک بردی ز دستم. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمون نوازی. زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمون نوازی.